نیست سال است که آغوش گشوده است به روی هر دلی که برای آزادی می‌تپد و آن را ارج می‌نهد. ساکنان این شهر آزادی را از جان گرامی‌تر داشتند. آنان شرفبانان بیدار زمانند. به اشرف شهر ایستادگی خوش آمدید. اشرف است، شهری سرسبز در دل کویری خشک و سوزان، یا آنچنان که آلخو ویدال کوادراس نایب رئیس پارلمان اروپا میگوید سایبانی در زیر آفتاب سوزان، گلی رویده در دل صحرا، پناهگاهی در برابر طوفانها و کشتی امید در برابر انباج یأس. خشت خشت این شهر با رنج و شکنج انسانهایی که عاشق آزادی هستند و برقراری حاکمیت مردمی در سرزمینشان را اراده کردند بنا نهاده شده است، همانها که سوگند خوردند تا رسیدن به این هدف تابناک یک دم از پای ننشینند. اصلی شهر با تندیس اشرف زنان مجاهد آذین است که این شهر نامش را از او گرفته است. شهید اشرف رجوی، زنی از برجسته ترین زنان تاریخ مبارزات مردم ایران، نماد آزادی در شهر اشرف به بلندای فریادی است که ایستادگی را نیرومند می‌خواند. اگر اشرف به ایستد، جهانی در برابر بنیادگرایی و ارتجاع خواهد ایستاد و اشرف ایستاده است. روز شهیدان گنجینه از لحظه های زندگی و مرگ زنان و مردانی است که در آتش و خون مبارزه سهمگین با فاشیسم مذهبی درخشیدند و در اوج فداکاری برای آرمان آزادی جان باختند. یادواره حمایت 2,800,000 و همچنین 5,200,000 شهروند شریف عراقی از این دژ پایدار و استوار کابوسی است برای رژیم آخوندی، سدی در برابر دخالت‌های خونینش در عراق. چهره‌های آشنای شعر و ادب در مسیر کتابخانه اشرف با شما همراهند: شاملو، بالزاک، ارنست همینگوی، عارف قزوینی، فروغ فرخزاد، بهداد و غلام حسین ساقدی. پارک مریم میادگاه اراده هایی است که تسلیم را نمی شناسند و نیرومند می رویند تا جوانهای سرخ بر ماسه‌های داغ. آنان در برابر خاک و گرما و بیابان سبزینگی و رویش را با خود در مغان آوردند. ای
ای کاش آدمی وطنش را چون بنفشه ها می شد با خود ببرد هر کجا که خواست. پیشرفت سریع کارهای تخصصی در شهر اشرف یک سیستم متمرکز آموزشی را می طلبید. ارتش آزادی جزو تحصیل کرده ترین ارتش های جهان شمار می آید. بیمارستان و پزشکان و متخصصان در شهر اشرف بخشی از مبارزه جوشانی هستند که در حرفه پزشکی هم جای ویژه خودش را بازگشوده است. ورزش بخشی از زندگی و نبرد یک رزمنده آزادی. شاعرانه‌ترین، نیرومندترین و زنده ترین هنرها، موسیقی در ترنم با عاشق ترین انسانها در آمفی‌تئاتر شهر. بله، اینجا اشرف است، شهری سرسبز در دل کویری خشک و سوزان، سایبانی در زیر آفتاب سوزان، گلی رویده در دل صحرا، پناهگاهی در برابر طوفان‌ها و کشتی امید در برابر امواج یأس. آری خشت خشت این شهر با رنج و شکنج انسان‌هایی که عاشق آزادی هستند و برقراری حاکمیت مردمی در سرزمینشان را اراده کرده‌اند بنا نهاده شده است. همانها که سوگند خوردند تا رسیدن به این هدف تابناک یک دم از پای ننشینند. Thank you.